бародарони азиз суҳбате ки имрӯз мехоҳам хидмати шумо дошта бошам ҷавоби саволҳое ҳаст ки бародарҳо барои мо фиристодаанд иншо аллоҳ як ҳиссаи унҳора имшаб ҷавоб мегардонем бародари азиз савол додае ки ассалому алайкум домуллоҳи муҳтарам як савол доштам ман дар ғарибӣ мо рӯзадор ҳастем хуб الله برای پتین راست کردن از ما خون میگیرن روزمون روزمان می شکند می الله خواب داملا خواب ما مخلص خودتون در غریبی در حق ما دعای خیر کنید خدا نگهبانتون باشه برادر اکنون وقت شما خون میگیره یعنی از دستاتون خون میگیرن برای یعنی حجت کردن برای پت... پتین راست کردن албатта раин хун гирифтан рӯзаи инсона намешикана рӯза аз чизе мешикана ки да бадани инсон дохил мешава яъне хунгирӣ ин рӯзара намешикана бародари азиз барои рӯзаи шумо ягон зарар надора яъне хун гирифтан хоб бародари азиз савол карда салому алайкум домуло як савол доштам хоб дар танд чизи бенамоз дошта бошиву фаромӯш кунӣ намозҳо намоз хонӣ чӣ мешавад илтимос домло ҷавоб диҳед мо аз москва дар ҳаққи мо дуо кунед худованд шуморо дар ҳифзи амонаш нигаҳ будора бародари азизу вақт саодата насиб тун гардона вақте инсон дар баданаш либоси бенамоз боша агар яъне бенамозии ин либос камтар аз миқдори дирҳами шаръӣ боша یعنی شریعت برای او عفو کرده است رخصت داده است اگر تگی او نماز خون یعنی نمازش درست می شود اما اگر از مقدار درهم شرعی زیاد باشه مثلا مقدار درهم شرعی اگر چیزهای یعنی آبی باشه مثل پیشاب و خون اینها باشه به مقدار همی پهمی کافی دست خود انسان مثلا همی پهمی کفی دست قدری است اگر همی قجا از یعنی پیشاب و از همین ها به نماز شده باشه این شریعت اوف کردگی است یعنی این مقدارش بخشیدگی است اگر به چنین لباس اگر نماز خوانی نماز درست می شود یعنی ایسر اعاده نمی کنی. اما اگر از این زیاد باشه لباس زیادتر به نماز باشه البته را در حالتی که زیاد باشه اعاده کردنش برای انسان شرد است باید که اثر نماز شه. اگر وقتش گذشته باشه قضای خونه اگر وقتش باشه اثر لباس بدار بدر کرده و لباس نمازی پوشیده یعنی که намоз азсар хона хоб бародари зиз савол карда ассалому алайкум домулои муҳтарам як савол доштам кӯдакҳои ман як як панҷсола панҷ сол дора дигараш се сол фитри рӯза дода мешавад худованд нигаҳбонатон боша саломат боше бале бародари азиз кӯдаки агар навтаваллудшудаҳам боша барои садақаи фитр да гардани падараш воҷиб аст мақсад чи ҷои сесолау панҷсола боша кӯдаке ки масалан да давоми моҳи рамазон таваллуд шудааст агарчи ширхораву навтаваллуд шудан боша да гардани падар агар доранда боша воҷиба ки садақаи фитрша адо кунед албатта бародари азиз аи фарзандҳои сесолаву панҷсолатун агар шумо шароит дошта боше доранда бошед да гарданатун воҷиба ки садақаи фитршуна адо кунед خواب جا برادر از سال کده سلام علیکم حضرت یک سوال داشتم التماس جوابش را انتظارم در وقتی تهارت پایه ها را با کدام دست شستن ممکن است اکنون در وقتی تهارت کردم به هر دو دست پاها را شستن ممکن است اما خلاله که بین انگشتا را کافته میشه این خلاله فقه ها گفتند بهتر شنید که انسان به دست چپ و خصوصا به این انگشتی میدهک یعنی خلال کنه اما شستن پاها به هر دو دست ممکن است یعنی پای راست و بعضی از فقها گفتن پای راست و به دست راست پای چپ و به دست چپ اما خلال بین انگشتا و یعنی پاگیزه کردن درون بینی دماغ فقها گفتن بهترش انسان به انگشت یعنی دستی چپش به انگشت میدهکش خلال کنه براش بهتر است خب اینجا والله علام یک مادر باشه خواهر باشه سلام فطر روزه گوسفند بکشی خونتلاش همسایه ها را تقسیم کنی می شود اکنون این تلاش این است دیگه نوعی صدقه هم فطر روزه معاین است معاینه که یعنی مثلا از مثال در وطن باشه اگر در توجیکستان باشه که امروز چهار سامانی معاین کردن در طرف رسیه باشه یعنی از تا 600 سوم گفتن دائم بین چند سوم که انسان موافق حالت شرایطش او یک کمتر از شرایطش 100 سوم دیه او یک شرایطش خوبتره یعنی 300 سوم دیه او یک شرایطش با با درجه اعلا و بالاتر اون 600 سوم دیه گفتن نکن این دیگر چیز از صدقه فطر اما این خون تلاش که شما میگین یک صدقه نافله میشه عید قربان نیست که واجب شوه قربانی کنی عید رمضان است البته н хун талошда у садақаи гушти гусфанд шумо савоб мегире аммо садақаи фитрто бояд адо куне модари мутарама хб ассалому алайкум домуло дар сажда субҳона рабби аало ва биҳамдиҳи гӯед мешавад ё ва бихамдиҳи нагӯӣ раҳмати ало бар шумо саломат бошед акнун бародари зи субҳона рабби аало ва биамдиҳи дар ҳадисе омадааст киинадиа ابو داود روایت کرده است حدیث صحیح است جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتگی هستند اما در مذهب خودمون فقط سبحان ربی الاعلا تنها سبحان ربی را یعنی اکثر فقها قبول کردند بعضی دیگر ذکرها هم هستند که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی در سجده دعا میکردن در سجده صبح و قدوس و رب و روح میگفتن یعنی دیگر ذکرها هم در حدیث های جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده گی هستن نداره برای انسان میتونه که سبحان ربی الاعلی و بحمده گویا براش مانعیت نیست چون که در روایت اومده اومده گی است برادر عزیز خوب جو برادر عزیز سلام علیکم دوستان خب رحمتی خدا بر شما اگر روزدار باشی و بیمار شوی دارو خوری بعد یک روز میگیری یا کفارت میگیری التماس جواب انتظارم پیشکی رحمتی کلان سلامت باشی برادر عزیز وقتی که انسان بیمار شد و وقتی دارو خور براش فقط هم قضای تنها کفارت نیسته کفارت برای انسانی است که به از روزش میخره انسانی که بیمار شد مثلا یکی یعنی کسل شد و دردمن شد و яъне як касале шид ки масалан дору хурд ӯ фақатам баъд аз рамазон қазои як рӯз рӯза мегирам чанд рӯзе хурддабошад ҳаму рӯзҳои хурдагиша қазое мегирад тамом барои вай кафорат нест бародари азиз ассалому алайкум домло як савол дорам хб шаш рӯз пас аз рамазон рӯза гирем در روزه هایی که قرض شدند حساب می شود نه برادر از این روزه شش روزه این روزه نفل است روزه است این از قضایی حساب نمی خیره. برای روزه قضایی برای انسان شرطه که یعنی از سر بگاه معاین کنه یعنی کنه که مقصد فردا من روزه قضایی می گیرم. و نیت شرط از قضایی را این روزه نفل است برادر است که ثواب کلان داره جناب پیامبر صلی الله علیه و آله هر هر یک روزش ثواب دو ماه روزه گرفتن داره مثلا به خاطر ثواب کلان داره جناب پیامبر صلی گفتن یعنی این از حساب قضایا به جان نمی این روزه نافله است نفل است السلام علیکم دو محترم با این سوال ما جواب دهید بازن دار تا چند ماهگی،, ماهگی را هم خوابگی شیدن جایزه است را جواب دهید خداوند علم شما را زیاد گردونه سلامت باشه با حامل تا همون نزدیکی تولد کردن شه درست است خوابگی یکان مانعیت نداره فقط انسان چقدر به با احتیاط باید هم خوابگی کنه که مثلا در کودک یا اینکه در زن حاملدار در خودش اگه ضرری نرسد مثلا انسان چی یعنی احتیاط ختی هم خوابگی کنه این یعنی در روایت ها هم معنی نشده است فقه هم یعنی یا معنی نداشتن فقط تا هم حالت ایره که یعنی زن یا اینکه کودکی که در رحم مادره در او یعنی که وزوینی نشده یعنی زن زور یا یا کودک یعنی یگان عذرش آزار نیابد تا تو نزدیک تولد کردن شد رخصت درست از همخوابگی هم همسر این یگان مانعیت نداره خب اینجا یک دودر دو عزیزمون دعا دو پرسه سلام علیکم حضرت من مخلص اشدی شما هستم خداوند علم شما رو باز هم زیاد گرداند آمین و حضرت در این ماهی бахшиш дар ҳаққи падару модари ман дуо кунед чунки онҳо аз дунё гузашта астанд парвардигори бузургвор ин қиблагоҳиву модари марумара рахмату махфират бигардона қабрҳошуна пурнуру руошуна шоду оошаигнхудоанд қаброшуна боғи аз боғои ҷаннат бигаронбаоиобадабаробаи ин доғи сахт ин доғи миёншикани бепадарию бемодарӣ сабри ҷамилу савоби бузург насиб бифармо омин ё раббалоламин хб ассалому алайкум доманои муҳтарам хуб зан метавонад бо телефон бо сабшени бо шиносояш яъне бо ҳамсоягон ки аппаву хоҳар мегӯянд гап занад аҳволпурсӣ кунад ман зан ва дар русия ҳастам ва шавҳарам медонад ва иҷозат додааст оё гап задан дуруст аст ё не чунки ман гап мезанам ва ҷавоби шуморо интизорам худованд нигаҳбонтон бошад саломат бошед хоҳари муҳтарама худованд шуморам вақт саодати дунёву охирата насибтун бигардонам اکنون همسایه ها وقتی یعنی دختر باشن زن باشن غیر از یعنی خط غیر از سابشنی هم شما می توانید با تلفن همراه اونها صحبت کنید اما اگر یعنی پسر باشن همچون مقصد مردی نباشن برای شما درست نیست چون که وای ها برای شما نامحرم هستن. اگرچه در یک محله و همسایه هم باشه وای ها برای شما نامحرم هستن صحبتی با تلفنی شما یا صحبتی با خطی شما اگر اگرچه بین اپا و خواهری هم باشه درست نیست در شریعت аммо агар яъне зану духтар бошад мониияте надорад шумо метавонед ки ҳамроҳи онҳо янеки ба телефон суҳбат кунем хоб ассалому алайкум бобои домуло савол чунин аст агар дасти чап захмӣ бошад бо дасти рост мустахаб куни ҷоиз аст раҳмат бар шумо бале бародари зиз вақте инсон узр дошта бошаву дасти чапаш масалан ягон захм бошад ки ҷароҳат бошаву бандаш ба дасти рост میتونه مستحب کنه اما بهترش نیست که امروز از اون دست های که ریزینی هستن از اونها دا دستش بکشه تا اینکه چون که دستی راست این یعنی دستی هست که به ای و به ای میکنه به این می خاطر امروز ها هستن همون مدتی چند روزه که مثلا دستی شما جراحت داره و با او دستی چپ مثلا مستحب کرده نمیتوانه چی خوب میشه که در حالت مستحب کردن شما در دست یک دستکش یعنی کشه اگر به دست یعنی لوچ هم به دست به دستکشک ریزینی هم اگر مستحب کرده چقدر هم دستونه با صابون ها و با این چیزها ها پاگیزه شوه مانعیت نداره در دا حالت ضرورت این کارها رو خصد میشن برادر عزیز درست است خب خب سلام علیکم دوامدوی محترم من روزدار هستم در یکی از شهرهای روسیه کار میکنم همکارانم هم در پیش من عرق می نوشند. روزه ما در کورتی زندگی میکنیم. اکنون برادر عزیز روزه شما نمیشکند و به عرق خوردن و گناه کردنی و ها. اما برای شما بهتر است که همراهی اونها زندگی نکنی برای شما افضل و بهتر است چون که روایت ها زیاد اومده که هستند که یعنی جناب پیامبر صلی الله علیه و سلام نهی کردن از چنین محفل و مجلس هایی که معصیت نافرمان برداری خدا می شود یعنی اشتراک کردن و دوجه نشسته معن کردن چی جایی که دوجه هم، یعنی همراهشون یک جای زندگی کنه چی خوب می شود که شما جای خوابتون عوض کنه و همراه چنین انسان هایی که از رحمت خدا محروم هستند یعنی شراب شراب مسکننده عرق مادر تمام گناه ها هست مادر تمام پلیدی ها و ناپاکی ها هست جناب پیانبر بسیار بد گفتگی هستند ҳатто худованда қуръон ияне маън доштааст ҳаром гардондааст ба амин хотир шумо ҳаракат кунед ки ҳамроҳи чунин шахсиятҳо яъне зиндагӣ накуне аз ҳазрати имомамад раматулло алай эмомаҳмад ҳадисеро ривоят кардаанд از حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ میفرموین که حضرت گفتن که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم، سلم گفتن که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یقعوا على مائده مائده نائدهن یدار علیها الخمر گفتن شخصیته که ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت داره باید در دا اون محفل مجرسة دا مجلس مجلس و در اون دوره و معرکه ای که یعنی يعني شراب نوشی میکنه در وجا حاضر نشو اشتراک نکنه یعنی روی اونها نشست نداشته باشه چون این یعنی خیلی گناهش گناهی بزرگ است برادر عزیز سلام علیکم و رحمت الله و برکات دامنه جون من یک زن هستم من میتوانم به شوهر خودم فیتر دو فیتر دو خب الله از شما راضی باشه سلامت باشه مادری محترم نه شما نمیتوانید زن بین زن و شوهر به همدیگر یعنی صدقه فطر و زکات چه ادا کرده یعنی نمی درست نمیشه اگر ادا کنه شما نمیتوانید که به شوهرت نه که شوهر نمیتونه که به شما را صدقه فطرش شه ادا کنه یعنی برای انسان هایی که صدقه فطر ادا کردن معنی هست انسان به فرزنداش نمیتونه مثلا پدر به پسرش نمیتونه به نبیرش دادن نمیتونه بالا انسان با پدر شد داده نمیتونه به مادر شد داده نمیتونه یعنی با بالا رفته به با کی رب یعنی بابا و بیبی و یعنی بالا نمی نمیتونه داده این چنین انسان با بین زن و شوهری هم ادای صدقه فطر درست نیست مادری محترمه خب سلام علیکم دامنوی عزیز سوال داشتم خب نفر یتیم هست با آن خیر و سخاوت کنیم لیکن آن عرق خب سر و جان اکنون یتیم اصل انسانی را گفته می شود که از بلاغت پایان است مثلا از دوازده ساله پایان است دختر باشه از نه ساله پایان است و یتیم می شود وقتی که از این حالت گذشت چه نوعی شما گفته که وای عرق نوش است و نس... یتیم حساب نمی شود و شما یک معیزده یک خدا زده یک انسان از رحمت خدا محروم گویه البته در چنین شخصیت ها شما خیر نکنید چون که اونها اگر پول یابند با دوباره هم شراب نوشی همون یعنی کاری گناه شون اگر اونها انسان محتاج باشن شما میتونه به اونها را تعام دیه یا یگان سر و لباسش براش خری اما پول شون چون که اونها پول یابند حتما یعنی که دام شراب و دا عرق نوشی صرف میکنند به امی از روی درست بدن درست میشه اما یاردم در گناه میشه بهترش در دست اونها سنتیش ما برادری عزیز خب السلام علیکم بابای الله آیا حیوان های خانگی را که بعضا وقت ضرر می مثلا گاو یا سگ آنها را با چوب یا چیزی دیگر زدن جایز است نه برادر از وای ها حی... حیوان هستند و ها عقل ندارن اکنه ضرر رساندن شو همین باشه که یع... یعنی اگر هوی کرد یعنی در گوشه زمین تو می یا از زراعت های شما را میخره، خره یگون یعنی نهال شما را میخره خره ها عقل ندارن. زدن اونها یعنی درست نیست در شریعت معنی است چون که هر انسان که در دنیا حیوان ها را یعنی ظلم میکنه در قیامت خدا اونها را زنده میکرده است اونها بالای انسان دعوا میکردن قصد میگرفتند حتی اون گاو گوسفندی که جناب پیغمبرتون اونش که شاخ است اون به است از همدیگر میخیزن قصد میگیرن بعد از اون خداوند تمام حیوان ها را خاک میگردانده است وقتی کافرها میدیدن که حیوان ها هم خاک شدن کافرها هم بسیار آرزو میکردن میفتن ای کاش که ما را مثل حیوان ها میبودیم امروز خاک میگشتیم خداوند ما را مؤاخذه و عتاب و عذاب نمیکرد یعنی که هر انسانی که در دنیا حیوان ها را عذاب کنه حیوان ها را ظلم کنه در قیامت عذاب داره جوابگری داره حتی در روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و که خداوند یک پیرزن از روی یک پیشک دوزخ برده است و چی خاطر به خاطری که پیشک در محکم کرده است کجای رفت فراموش کردن پیشکه که یعنی کشادش بمانه پیشک در در این خانه گروسنگی و تشنگی مرد به این خاطر جناب پهنبارتان اگر در یعنی بیرون می بود و پیشک از این حشرات ها و ها می خورد و نمی مرد به خاطر یعنی ظلم کردن و زدن حیوان ها این در شریعت درست نیست مع... معنی است برادری عزیز خب سلام علیکم الله محترم التیماز به سوالی من جواب گردانه اید خب بعض انسان ها را به خاطر از که بسیارها دوست می دارند. مثلا یک انسان که یگان خوبیت نکرده است ولی به اختیار او را دوست می داره. اکن برادر عزیز با این بخاطر یکی که محبت از جانب خدا هست. خداوند وقتی محبت هر شخصیت در دل یک انسان جا کرد وی خوبیت کرده است نکرد دیگه یعنی خوبی و در نظر نیست و در صحیح مح... مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است می که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که ان الله اذا احب عبدا دعا جبريل فقال اني احب فلانا فاحبه جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که وقتی الله رب العالمین یک شخصیتی را که دوست داشت یک بنده از بنده هاش وقتی دوست داشت الله بزرگوار به سوی حضرت جبرئیل علیه السلام فریاد میکرده از نیدا میکرده میگفت ای جبریل من فلانی را دوست میدارم فلان بنده ما دوست میدارم فاحب هو تو هم او دوست بدار وقتی که جبرائیل علیه السلام این نداره از جانب خداوند میشنیده است یعنی اون محبت و شخصیت در دلش جا میکرده است دوست میداشته و حضرت جبرائیل علیه السلام در آسمان به سوی ملائکه ها یعنی خطاب میکرده که فلان بنده را دوست بداره که خداوند او را دوست میداره و ملائکه های آسمان در روی زمین مثلا خداوند محبت و شخصیت در تمامی تمام هستی در دل انسانیت و ملائکه و تمامی هستی محبت چه جامع کرد یعنی یکی از خوبی هایی که خدا بنده را دوست داشت این است که محبت او را در دل همه چیز جامعه کرده است و این چنین در دوام حدیث جناب پیامبر صلی الله علیه و وقتی خداوند کدام بنده را که بد ببینه به سوی جبرائیل علیه السلام چنین با خطاب میکرد که ای جبرائیل من فلان بنده را بد میبینم تا هم بدش ببین این جبرائل، جبرائل علیه السلام در آسمان این نی یعنی فریاد میکرده است تمام ها را از این خبردار میکرده است و تمام ها و انسان بد میدیدند این با یعنی امر در زمین هم میشید است دیگه یعنی بد دیدن شخصیت خداوند در همه جا کرده است مثلا هر شخصیتی را که الله دوست داشت همه او را دوست میدارد اما هر شخصیتی را که الله بد دید تمام کائنات یعنی زمین و همه از او بیزار میشن چون که بعضی روایت ها هست که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تن که الارض تبکی للانسان او علل الانسان گفتن زمین برای بعض انسان ها گریه میکنه و بر بعض انسان ها گریه میکنه این حدیث شرح میتین شرح میگن چی برای بعض انسان ها مثلا یک انسان یک انسانی صالح یک دوستی خدا وقتی وفات میکنه بندگی میکنه زمین برای فراق او برای دوری و جداگی او ناله میکرد است که پروردگار از برکت قدم های این محروم اما وقتی که با یک انسانی بد و منافق و فاسق یک انسانی یعنی گناهگار در روی زمین خدم میزده است زمین گریه میکرده میفته ای پروردگار این بدبخت از بالای من دور بگرد و من طاقت برداشت گناه های ای یعنی که انسانی صالح همه دوست میدارن و انسانی را که خدا دوست بداره همه دوست میدارن انسانی را که خدا بد دید همه او شخصیت بد میبینند ассалому алайкум домулои азиз илтимос мекунам дар бораи нишонаҳои расидани қиёмат як чизе мегуфтед акнун бародари азиз нишонаҳои расидани қиёмат ҷаноби пайғамбар с сам дар хадисе ки ҳам бухорӣ ва ҳам муслим ривоят карданд аз ҳазрати анас рази т ану мефармоянд ки ҳазрати анас дуфтанд ки самту расулл сл лй всаама инна мин ашроти саати يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد قيم الواحد وفي رواية يقل العلم ويظهر الجهل متفق عليه حضرت انس رضي الله تعالی عنه گفتن از رسیدن قیامت این است که جناب پیامبر یکی از علامت ها نشانه های رسیدن قیامت این است که خداوند علم از روی زمین برداشته میکنه یعنی اکثری مردم به میمانند از علم دین از علم قرآن از علم سنت از علم خداشناسی مردم دور میشوند و جهل یعنی به در روی جامع عالم پهن میشه زیاد میشه و زیناکاری در روی جامعه زیاد میشه و شراب نوشی در روی عالم زیاد شود و مردها کم میشوند و زنها زیاد میشوند حتی برای یک مرد پنجاه زن میرسه در روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و که علم کم میشوه و تاریکی یعنی بیسوادی در جامعه زیاد میشوه این گفتن جناب پیامبر صلی الله علیه و که نشانه های چی است رسیدن قیامت است این چنین با از بخاری امام بخاری از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرمایند که حضرت گفتن که جناب پیامبر صلی الله علیه فرمودند که خب شخصیت از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میگه اعرابی پرسید که فقال متى الساعه یا رسول الله قیامت کی میرسه قیامت کدام وقت میرسه جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله که اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه تن وقتی که امانت ضایع شد خیانت شد منتظر قیامت باشه قال كيف إذا إذاعتها قلت إيش شخصيات يا رسول الله يعني خيانات مش أزوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وُسِدَتِ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة قلت أنا وقتك أمر دَغَيْرِ يعني صاحب الشرسيد خب غيري أهل اهلش رسید منتظر قیامت <متحدث> مثلا إنساني бесавод имрӯз яне хатиб мешад як инсони бесавод даъвои табибӣ мекуна як инсони бесавод яне ин дар ҳар соҳа даъвои илмдорӣ мекуна яне чи навъе ки бесаводаст аммо даъво мекуна ин худиш амонат да ғайри соҳибиш расидан аст ҷиноби пайғамбар сли о ли салам гвта خب اینجا برادری از سوال کرده سلام علیکم دامنا جان انداختن چله تیلا برای مردها ممکن است یا نه نه برادری عزیز انداختن چله تیلا برای مردها این معنی نادرست حرام است چون که حدیث جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه این حدیث مسلم روایت کردن حضرت گفتن که انه نه نه عن خاتم الذهب گفتن جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نهی کرد не ман дошту бад гуфт чалаи тиллора истифода бурданшад дар ҳадиси дигар ки иншам адиси муслим аст а бд аз ибни ббос рази ه т ан ривоятас ки на расулл лى اه слам рао хотама мин заҳаби фи ди раҷули фаназраҳу фатрхаҳу вақол хб миду ахадкум или ҷамрат мин нарин фаҷалуҳа фи диҳ хб фақила лираҷулин баъд ма даҳаба расуллл сли л слам хуз хотамак инфаи биҳи қала ла вллҳ лаахулуҳ абада вақад тарха расул лл сл اл лй всалам ибни аббос мефармоянд ки ҷаноби пайғамбар и сам рӯзе баромаданд ки ҷавонҳо ҷои истода ҳастанд да дасти яке аз онҳо чала буд ҷаноб пайғамбар мега ба дасти муборакшун чалаи ӯ аз дасташ гирифтанд да замин андохтанд яне да замин партофтанд و به شخصیت گفتن که آیا یک حلقه از حلقه های آتش دوزخت در انگیشتت میکنی در دستت میکنی یعنی جناب پیغمبر بسوی این شخصیت کاهش کردن برای چله تیلا کاهش کردن وقتی جناب پیغمبر صلی الله علیه گذشته رفتن این شخصیت های رفیق و دوستاش بگی گفتن این چله تا از زمین بردارش در یگان جو میبری یعنی کارش میفرمی مثلا میفروشی پولش کار میفرمی شخصیتی گفت نه والله گونه نمیگیرمش بعد از اینکه جناب پیامبر صلی الله علیه و گفت از دستی من و یک گرفت در زمین پرتاف این زمان دیگه هرگز نمیگیرم گفت یعنی جناب پیامبر صلی الله علیه و تیلا را استفاده بردنش برای مردها یعنی حرام و معن گفته گستن درست نیست برادر عزیز خب السلام علیکم دامن جون در باره فایده های ذکر زیکر. ذکری خدا یک چیزی میگفتید چی فایده ها داره ذکر گفتن فکر ذکر گفتن برادر عزیز فایده های زیاد داره ذکر یادی خدا هست هر بنده ای که خدا را یاد کرد پروردگار او را یاد میکنه آیاتی هست که در سوره بقره آیه 152 پروردگار میفرماید که استعیز بلا فذکرونی اذکرکم واشکروا و ولا تکفرون صدق الله العظیم الله بزرگوار میگه شما من ذکر بگی من یاد کنی منم شما را یاد میکنم شکرانه نعمت های من به جا بیاره و کفرانی نعمت نکنی مفسری میفرمایند که ذکر یادی خدا وقتی بنده به طاعت و عبادت بندگی خدا را یاد میکنه پروردگار یعنی به رحمت و مغفرت به بخشش قتی بنده ش یاد میکرد است به این خاطر ذکر پروردگار فایده های زیاد داره در دا آیت خداوند ما را امر کرده است که یا ایوه الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ای آن ذاتانی که ایمان آورده ذکر بگوی پروردگار ذکر بسیار فسبحوه بکرته و اصیلا تسبیح بگه یعنی ذکر بگه аз ибтидои саҳр то вақти охири шаба не меша то шаба то ақти хоб кардана да икр ёди худо боше инчунин бода адиси мттфақун عлай ки аз حазрати абу ҳрайра ра ривоят шудаас ки дии қдси бидаки қул л таал ана нда ани абди би в ана мع иа ذакран фаин акран ф н крт н вин кран фи мала крт ф маа и ин رب العالمین گفته است که من در نزد گمانی بنده هستم به خودم. مثلا که ما باید به ذات الله گمانی خوب داشته باشیم. گمانی بخشندگی، گمانی مهربانی، گمانی یعنی چقدر خوبی نسبت به ذات الله داشته باشیم. گمانی بد نکنیم که ما را عذاب میکنه خدا ما را عتاب میکنه خدا به حال ما رحم نمیکنه این گمان نداره باید گمان خوب، خوبی به ذات الله داشته باشیم که الله بخشنده هست رحمان و رحیم است کریم است جواد است ستار است باید به ذات الله یعنی گمانی خوب داشته باشیم رب العالمین گفتن که من دنز دیگمانی بندم هستم به خدم هر گمانی که کرد یعنی که همو را براش نصیب میگردونم من همراهی بندم هستم هر وقتی که یادم کنم ببینید یکی از فا... فایده های ذکر برادر از این بود است که وقتی بنده الله ها یاد کرد خدا همراهی و شخصیت است پروردگار همراهیش میشده است فا این ذکرانی فی نفسی هی تو توهو فی نفسی رب العالمی اگر بنده من در حالت تنهایش یاد کرد من او را در حالت تنهایم یاد میکنم و این ذکرانی فی ملا این ذکر فی ملا این خیرون من وقتی که بنده من در ҷамъияте ёд кар ман ӯра да ҷамъияте ёд мекунам ки беҳтар не аз ҷамъияти ӯ ҳаст ин фоидаҳое ҳастанд ки зикр дорад инчунин бод да бхории муслим ҳадис аст аз ҳазрати абу мусои ашъарӣ разиه т ан ки фармуданд ки ҷаноб пайғамбар фармуданд ки масал аллди зкуру рабаҳ вллди ла язкуру рабаҳ маثалу лай валмат ҷаноби пайғамбар гуфтан мисоли шахсиятҳое ки зикру ёди парвардигорро ба ҷо меёранд ва мисоли шахсиятҳое ки аз зикрёди худо дур ҳастанд ҷаноби пайғамбар гуфтан мисли зиндаву мурда ҳастанд яъне инсонҳое ки дар зикрёди худо ҳастандок аз зикруёди худо дур ҳастанд н مرده هستند یعنی که این بسیار مثال زیبا آوردن جناب پیامبر صلی الله علیه و که انسان هایی که در غفلت هستند ذکر نمی در یاد خدا نیستند عبادت و بندگی خدا را به جان نمی اونها را جناب پیامبر مرده گفتند به این خاطر انسان باید حرکت کنه که در ذکر یاد خدا باشه همیشه سلام علیکم دوملا جان بسیاری مردم کمی دارنده می شوند تکبر می شوند آیا این درست است یا یعنی نه برادر از تکبری حرام است تکبری از کجا درست است رب العالمین در حدیث قدسی میگه که عظمت و کبریا ایزار و ریدای من هستند هر انسانی که به سوی اینها مایل کرد من اونها را عذاب میکنم یعنی اینها از ذات یعنی عظمت بزرگ بودن کبریایی اینها یعنی خاص از ذات پروردگار اینا برای عامه حرام هستند برادر انسان حق نداره برای تکبری کردن کیبر این برای عامه یعنی حرام است در روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلام فرمودند که این حدیث حضرت عبدالله بن مسعود روایت کرده است حدیث مسلم است جناب پیامبر که لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال من کیبر تنها هر انسانه که در دلش به اندازه یک ذره که ذره را دید یک گردی آفتاب یا یک چیزی اندکی دیده نمیشه به اندازه یک ذره اگر کبر داشته باشد جناب پیغمبر تن اون داخل جنت نمیشه انسان که به اندازه اندکی که دلش میل کبر و غرور پیدا کنه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون انسان داخل جنت نمیشه شخصیت در نزدش بودن گفتن که قال رجل ان رجل يحب ان یکون صوبه حسنا و نعله حسنا حسنتن شخصیت گفتن یا رسول الله شخصیت میخواهد که یعنی پا, پا, پوشی های زیبا داشته باشه لباس زیبا یعنی بپوشه آیا این کیبر تکبری میشوه جناب پیامبر صلی الله علیه و الله جمیل یحب الجمال تن الله زیبا هست از بنده ها زیباگی را دوست می داره گفتن یعنی که این نشانه کیبر نیست کیبر چی از جناب پیامبر و بطر الحقی و غمت الناس گفتن کیبر این است که حقیقت در نظر نگیریفتن مردم نه یعنی به نگاهی کم به نگاهی اندک نگاه کردن مردم یعنی تحقیر کردن حقیقت قبول نکردن و مردم به نظری اندک نگاه کردن یعنی خود را از همه بالا شمردن این گفتن تکبر این حرام است برادری از اگر چی دارنده باشه اگر چی کلان زاده هر کارگری باشه تکبری برات حرام است انسان در همه حالت باید خاکسار باشه باید به با تواضع باشه چون که کبر این برای انسان حرام است درست نیست خب السلام علیکم داملا آیا در جنت حاجت رفتن هست وقتی انسان خورد باید حاجت رود نه برادر از در جنت حاجت رفتن نیست در جنت حدیث جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که این حدیث امام احمد و دارمی, دارمی روایت کردن خب حضرت فرمو دانكي جناب أحمد صلى الله عليه وسلم إن رجل من أهل الجنة يُعطى قوة مائة رجل في, في الأكل والشرب والشهوة والجماع فقال رجل من من اليهود فإن الذي يأكل ويشرب تكون له حاجة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أحدهم عرق يفيد من جلده فإذا خابت بطنه قد ذمورا جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که در جنت برای یعنی مرد مردها برای انسان های اهل جنت خداوند قوت صد مرد را میبخشیده است یعنی صد برابر قوت مرد برای مرد های اهل جنت خداوند میبخشیده است یعنی در نوشید در خوردن و نوشیدن و در شهوت و هم, خوابگی، هم راهی همراهی همسرهاشون یعنی خداوند قوتی صد مرده برای یک انسان میداده است در جنت این لحظه میگه شخصیت یهودی بود از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید که گفت یا رسول الله گفت وقتی انسان خورد و نوشید برای او حاجت رفتن یعنی تارت شکستن قضای حاجت می آیا, آیا حاجت میکنن اونها جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن نیفتن خوردگی های اونها از بدن شو عرق شده بیرون می شود یعنی که عرق به خوردگی شو یعنی راه عرق عرق بدن از بدنشو بیرون میشه و شکم های اونها خالی میمونه یعنی شکم های راست یعنی انسان های شکم کشال شکم دار نمیشن چی انسان های زیبایی که شکم هاشو راست هستن این چنین اهل جنت یعنی باقی میمونن جناب پیامبر صلی الله علیه و یعنی که عرق چیزهای خوردگی شو بعد از بدنشو عرق شده بیرون میشه برادری عزیز خب هجا برادر عزیز بو سوال کرده دیوم سوال کی و در جنت فرزند فرزنددار شدن هست شخص هایی که در دنیا فرزند ندارن آنجا می توانا فرزنددار شوند بله برادر از در جنت فرزنددار شدن هست های. حدیث جناب پیامبر صلی الله علیه و که این حدیث ابن ماجه روایت کرده است امام احمد و ابن ماجه و دارمی روایت کرده این حدیث ها. از حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه گفتن که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که این المؤمن اذا اشتهى اذا اشتهى الولد فی الجنه کان حمله و وزعه و سن و سنه فی ساعت کما اشتها گفتن وقتی که انسان در جنت میخواسته است که یعنی وقتی انسان در جنت میخواسته از که فرزنددار شود فرزند پیدا کنه پروردگار برای او شخصیت یعنی در یک لحظه در یک هم یعنی حمل اون فرزند شه هم کلان شدن فرزند شه هم یعنی به وجود آمدن و پیدا شدن یعنی فرزندش خداوند در یک میجه زدن در یک لحظه پیدا میکرده است البته در جنت انسان هر چیزی که دیلش خواست خداوند برای او در جنت محیا میکنه یعنی این معنی نیست این درست است که حتی در روایت جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم تن که این شخصیت خداوند داخل جنتش میکرده است در جنت همه چیز محیا است از یعنی نعمت ها و از همه نوشاکی ها و میوه ها بعد از اون میگه مرد شخصیت دعواگر میگفته که پروردگار برای من یک اندک زمین بته تا اینکه زراعت کنم پروردگار میگه ترا چی نمیرسه که با چی خاطر با زراعت میکنی هر سه دلت میخواهد در جنت هست اینسان انسان میگه که پروردگار که برای من کم تر زمین بته زراعت کنم پروردگار میگه اختیارش میداده است زراعت کردنش یعنی زمینم ملایم کردن تا کش کردن تا زراعت شناندن و تا زیراعت ها سبزیدن یعنی ده حاصل در آمدن همه ای را خداوند میگه برای همین بندش در یک میجه زدن یعنی بود میکرده است اما مدتی انده که همشه برایش بود میکرده است که همون انسان از همون زیراعتی کرده در حال میگیرد از حاصل شو و یعنی چیشه میخورده است از اون میوهش بعد از اون خداوند اینجا میگه برای انسان میفتست که انسان میفتست را خاک خنوکی хоки хунуки лаҳат ки шкамта сер накард дигар аз инҳо мақсад серкунӣ надоре амичаам ҳама пура яне ҷаннат пур аз нӯшу неъмату меваҳои бо мехоҳед ки аз худат зироат кунӣ яъне худованд инчунин барои инсонҳо бо киноя мегуфта дар ҷаннат хоби бародари азиз бо савол кардааст ки осонтарин азоби дузах چی عذاب است التماس می گفتید برادر عزیز آسان ترین عذاب دوزخ تا که این حدیث ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه رو یاد کرده حدیث مسلم است جناب پیغمبر گفتن که این ادنا اهل النار عذابا یان یان تعلو بن من نار یغلی دماغه من حرارت علیه گفتن از همه سبکترین و آسان عذاب دوزخ برای شخصیتی است که پروردگار در پاهای او در پایهایش یک پاپوشی از آتش دوزخ می است از حرارت گرمی او یعنی دماغش در جوش می در آمده است بچنان گرمی بده است هم پاپوشی ها که یعنی تمام بدنش شد است در تسب می آورده است حتی از دماغش جوشیدن یعنی حرارت همون گرمی همون پاپوشی ها یعنی بالا در روایت دیگه ابو طالبی که یعنی پدر حضرت علی است و اما که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله است اون روایت مسلم است که جناب پیامبر صلی الله علیه و گفتن که از همه سبکترین عذابی یعنی دوزخ برای ابو طالب عمکی من است که اونها از دنیا به ایمان رفتن جناب پیامبر وقتی دعوتش کرد ایمان نآورد نا اما در جناب پیامبر بسیار خدمت کرده بود از همه سبکترین یعنی عذاب گفتن برای ابو طالب است در پایه های او یک پاپوشی یعنی از آتش دوزخ پوشاندگی هست و دماغ او یعنی میجوشه از حرارت گرمی اون پاپوشی هاشه سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دو سوال دارم التماس جواب گوید نماز بامداد رو میگوین تا پیشین نخونده خانید باکی نداره ندارد تا کدام وقت خونده ممکن است اکنون نماز پیشین وقتش, وقتش وقتی که آفتاب برآمد قضا می شوه تا پیشین کسی که خون یعنی سنت هم قضا به هم خاطر شاید گفته باشم باکی دوره داره وقتی نماز قضا انسان گناهگار می شوه. اگر از نماز قضا کردگیش یعنی توبه نکنه خداوند برای قضا کردن در قیامت عذابش میکنه انسان یعنی گناهی اندک نیست قضا کردن نماز وقتی با اون دو تو برآمدن آفتاب به افتاب که برآمد قضا میشوه وقتی قضا شد بعد از قضا خزا شدن قضاش میخونی برادر از وقتی نه و سوال دوم این است چی به مرد به مرد ممکن است که تا چهار زن گیرد و به زن ممکن نیست که چهار شوهر کند میخواستم به سوال به سوال به سوال هایم پر جواب گوید خدا علم شما رو زیاد کردن اکنون برادر عزیز این امر دستوری خداوند است من و شما حق نداریم که پروردگار را محاسبه کنیم پروردگار را حساب کتاب گیریم برای چی برای مرد چهار زن اجازت داده ای برای زن یعنی چهار شوهر نه اکنون حکمت هاش البته مفسرین دوستای خدا گفتن یکی از حکمت هاش این است که مثلا چهار مرد یا دو مرد یک زن میگیرن دو مرد یک زن گیریم زن حامله دار شد از کجا می فرزندی کدامش است همه رسوا می شود دیگه نسل گم میشه از جامعه یک کمش دیومش این که زن یعنی حالتی داره که معذور از کسل زنانه می شود و او هم خوابگی کرده نمی شود یک زن چهار شوهر کنه چهار شوهر نگاه میکنن که کی یعنی اون زن از کسلش بود میشه تا اینکه به اون هم خوابگی کنه هر چیز خداوند حکم کرده است و حکمت است به این خاطر چهار زن برای مرد به این خاطر که زن ها نقصان هستند اونها کامل نیستند زن هم عقل کم داره هم دینی کم داره مثلا در دا حالت شهادت دو زن حکم یک مرد یعنی دارن یا اینکه در حالتی که یعنی زن کسل زنانه شد و از عبادت بندگی خدا دور است به این خاطر مرد کامل ترین شخصیت است و برای خدا اجازت داده است یک مرد میتونه که چهار زن یعنی نگهبانی کنه تعمین کنه استفاده ببره اما یک زن نمیتواند چهار شوهر را تأمین کنه این حکم و دستور پروردگار است خدا رحمت و مغفرت کنند که دوم سید رحمان علیه رحمت دو استاد کلان گفت که باره در مدرسه در دوشنبه وقتی مدرس شان بودن شخصی زن آمده پرسیده گفته که حضرت گفته یک, زن، یک مرد میتوانه چهار زن گیره با چی خاطر زنها نمیتواند؟ بعد حضرت گفت که من فکر کردم گفتم این از من براش بگم که آیت قرآن از خداوند امر کرده است که فانکی حمات ها بلکم من النساء مثنا و ثلاث و ربع پروردگار امر کرده است که بس شما زن بس شما نکاح کنه از زنها دو و سه و چار اگر زور تو نرسید بعد از اون یک تا آیتش بخونم آیت قبول نکنه بعد از اون حضرت گفتن که من یک مثال همین عادی براش آوردم گفتم که خواهر گویا مثالت میارم همین یک انسان اگر چهار پاپوشی پوشی داشته باشه میتونه به نوبت بو پوششان اما اگر چهار آدم یا پاپوشی پوشی داشته باشه چخیلون ها میپوشن مثلا حد دو سه کسی ها که خسته یا جا رفتن شد چخیلون پا پوشی ها رو کسی می جا میپوشن میروند گو این مثال آوردن بعد از اون سرش خم کرد و قبول کرد برام درفت یعنی شما هم باشه برادر از این امر خدا است این فریضه ای الهی است این دستور خداوندی است ما باید جستجو نکنیم که برای چی انسان حق نداره مثلا بعضی برادرها میپرسن برای چی خوک حرام است برای چی عرق حرام است خدا حرامش کرده است من خود میخواهیم که خدا را حساب کنیم محاسبه کنیم حساب کتاب کنیم برای چی حرامش کرده است البته را حکمت داره ضرر دارن، به خاطر ضرر شو خداوند معن شو معن کرده است. امروز هم باشه این یعنی پروفسورها و متخصصهای دنیا از روی تجربه اثبات کردن که یک زن اگر همراهی دو سه مرد هم خوابایی کرد و رسوا میشه و این کسل این کسل های سپیت سیفلیس و دیگه کسل های گذرنده میگوین این چنین زن یعنی رحم یک جای نازکی بوده است که, که چند نوع وقتی اونجا میرسه همه را رسوا میکنه انسان به یک کسل مبتلا میکنه که و از مردن دیگه خلاصی نداره به همین خاطر این دستور امر خداوند است برادر عزیز خداوند барои мардҳо амр кардааст ки шумо никоҳ кунед аз занҳо дуу сеу чор агар зурту нарасид адл карда натонистид баъд як занҳоро нагуфтаастки шумо се шавҳару чор шавҳар кунед б ассалому алайкум домло мо як чанд нафар дар россия кор мекунем дар моҳи шарифи рамазон рӯзадор ҳастем اما نماز نمی خونیم همین روز روزه ما ثواب دارد اتماس دوملو خب انتظار جواب شما است اگه برادر عزیز خواهش میکنم خیلی سوال هایی که ما نماز نمی خونیم روزه نمی گیریم آره نپرسه. روزه هایش ما را نپرسید روزه های شما ان شاء قبول میشن اما يعمل مسقال ذره خير يراه و من يعمل مسقال ذره شر يراه انسان به اندازه یک ذره کار خوب کنه در قیامت ثواب و فایده ش میبینه به اندازه یک ذره کار گناه بد کرد در قیامت عذاب ش میبینه اما این خیلی جای بناموسی و خیلی جای بی‌غیریتی و بی‌همتی و ناادمی است که انسان بگه که من نماز نمیخونم این بی‌نمازی از همه پستر، پسترین حالت است برای انسان برادری عزیز نه که انسان بگه که من نماز نمیخونم نماز نمیخونم معناش اینه که من خدا را گوش نمیکنم اطاعت خدا ندارم خدا میگه سجدم که سجدش نمیکنم برای دنیا برای شهوت برای نفس برای شیطان روز تا بگه میده اما برای خدا نمیکنم به نمازی خیلی کاری پست است لا سهم فی الاسلام من لا صلاه تلا جناب پیغمبر در اسلام یگان حقوق قدر حرمت یگان حسی در اسلام نداره انسانی که نماز نمیخونه تمام حرمت و عزت نداره در اسلام به اندازه یک خاص قدر نداره در شریعت انسانه که نماز نمیخونه. گله که بو ندارد به او چمن حیف است سره که سجده ندارد به او کفن حیف است برای انسان به کفن حیف است چمن جنت برای به حیفه حیف است و این خاطر برادر عزیز بزرگوار بزرگ خواهش میکنم که حرکت کنی اهل نماز باش به نماز نویس ما را غمگین نکن ما دلی ما را زیغ نکن ما میخوایم تو دوزخ برای به نمازی تو همیه که جنت قبول نداره میخوای دوزخ بره ما نمیخوایم تو دوزختی باشی و با این خاطر برادر عزیز بزرگ خواهش میکنم که کدام می نماز نمیخونه روزه نمیگیری عیب و گناه تا آشکار نکده بین مردم از خدا با ترس توبه که رو به نماز بیار نماز عبادتی است که دیگان حالت صورت از گردن من و شما ساقی نمیشه برادر امر خدا ها. خدا امرت میکنه که سجده که صاحب بود مولاد آفریدگار کردگار ذاتی که در ملکش زندگی داری از نعمتاش استفاده می بر آخر نزدش می روی همون ذات را امر داره که سجده که تو سجدهش نمی این به خیلی پستی های برادری عزیز متاسفانه امروز گناه تعریف شده است دادری محترمه خواهش میکنم از من خفه نشه از من نرنج خود بیا یک بار فکر کن تو کی خلق کرد برای چی خلق کرد و ما خلقت الجن والانس الا عبودون ما خلق نکردیم انسان ها و جن ها را مگر برای عبادت خداوند میگه زندگی مقصود بحری بندگی است زندگی به بندگی شرمندگی است زندگی دو نماز نباشه والله شرم نمیدون شما چی نوع کدام دیده و رو تو میگردید بین جامعه به بی نماز ها این شرمندگی والله برای شما شما بنده های گریسپا هستی فرزند و غلامی که از مولا صاحبش میگریزه شما این چنین هستی аз худо бутарси инсонҳои бенамоз бенамозӣ хела гуноҳи бузург аст бенамозӣ хела тастия ҳаст барои инсон ба худ биёе тавба куне ба худо ру биёре ин қадар ин вабову ин бебаракативу қаҳтиву ин қадар фитнаву фасоде ки дар руи ҷомеа панҷа валлоҳи қасам аз рӯи бенамозас аз рӯи бенамозҳо аст ама аз худо бутарси бародар аз ру ба худобиёр вассалому алайкум домулои муҳтарам мегӯянд ки аадар байни намоз таҳорат тангӣ кунад рафта қазои ҳоҷат карда боз таҳорат карда омада намозро авоидавом диҳӣ лозимаст акнун вақте инсон аз ҳад зиёд ки яъне таҳорат барои ӯ тангӣ кард ки дигар намозша хонда натони албатта дар ӯ сурат намоз хондан макрӯҳ аст инсон бояд бирава таҳорати нав куна таҳорати хуб кунад баъд аз он биояд ба ҳузури дил оромона намозша адо кунад масалан агар намози сунатша хонда буд рафт торат кард умад метавонад ки аз у пасша масалан намози пешин бошад чорука суната хонда буд метавона ки баъд аз он фарзшаву дигар сунатша хона давоми намош намозша буд куна яъне ки шар нест барош ки асар хондани сунат метавона ки баамяне торати нав хати фарзшахонаву давоми намозша хона бародаризиз خواه سلام علیکم دامده محترم من دو سوال دارم یکم نماز عصر رو میخوانم و بعد قضا خوانم پس قضا خوانم از آن دی هم خواه یکم اکو انسان سوال, برده سوال کرده که بعد نماز عصر اصر خوانم از آن گفته قضایی بخوانم اگر نزدیکی وقتی نماز شام نباشه قضای خوندن بین عصر شام درست است اما وقت به نماز شام مثلا ده 15 دقیقه موندگی باشه وقتی نشستن افتاب باشه در این حالت یگان نماز خوندنش درست نمیشه در وقت نماز خوندن معنی است وقتی بر آمدن افتاب وقتی آفتاب در بین آسمان بودن وقتی ششتن افتاب وقتی ششتن افتاب اگر عصر همون روز نخونده باشه میتونه که خونش اما دیگه نماز قضای خوندن نمیشه باید اذان گویی برای قضای برادر عزیز дуюм намози аазои қазоиро гузашта ният кунем ё ин ки қазои худованд забони шуморо боз боро гардонад дараққ худованднигабонбошад парвардигор худованд дунёв қёматобод кунад акнн намози қазои гузашта масалан қазоиое ки кӯҳна бошам нро қазои гузашта гӯмешанабошад ин намозҳое ки масалан ҳамин рӯз астанд ё аз рӯзи гузашта ҳастанд инора қазоӣ гуфта ният кунем иншоало ки дуруст мешавбародаризиз خوب سلام علیکم دامدو هنگام نماز خواندن گربه با پیش به پیش گذر نماز دوام دادن جایز است بله برادر از پیش نماز چی گربه میگذره چی یعنی سگ میگذره چی انسان میگذره به نماز خوان ضرر نداره فقط اگر انسان باشه انسان سالمی به بلاغت رسیدگی بشه یعنی عاصی میشه و گناهگار میشه برای یعنی حیوان و پوشک دیگر چیز گذاشتن هیچی مانعیت ضرری نداره برادر عزیز نماز تونه دوام دادن گیره хссалому алайкум домуло зани омила занам ҳомила аст хоб рамазона се рӯз мондаи тоқат накардестай хоб гӯшнагида агар рӯзашро бихӯра гунаҳгор мешава ё баъди тавадтаваллуди кӯдак хобқарзиша бигира бад омлои азиз саволи моро ҷавобти илтимос акун бародари азиз вақте ки тоқат накард зани ҳомиладора албатта худованд барош рухсат додааст иҷозат додааст метавонад ки мехирад аммо баъде ки яъне нифосаш будчид кадом вақте ки тавонист баъд аз он ҳамн се рӯзера ки хурдаст ҳамин рӯзора қазоӣ мегира аз гарданаш соқит аст и бародарсолкард ассаламуалайкум савол дар вақтинамози дар вақти намоз хондан дар танат либоси суратдор боша ҷоиз аст ё не макруҳ аст бародари азиз агар сурати инсона ҳайвон боша сурати ҷондорҳо боша да бадан яъне чи да таҳпуш боша да ҳарсе боша да намоз макруҳ аст аммо сурати гул бошау сурати ягон манзараи зебо боша зарар надорад дуруст аст бародари азиз сурати яъне ҳайвонотоас сурати ҷондорҳо ман ас خوب جا برده سوال سلام علیکم داملا خوب یک سوال دارم به آوازی بلند نماز را به آواز بلندتر نماز را یاد دادن درست درست است یا که ممکن نیست اگر نماز وقتی خوده خونده سبب مثلا نماز خفتم باشه یکون کسا بگوی یاد میتیم یعنی نماز وقتی تا بلند الله اکبر بگوی سبحانک اللهم، اعوذ بالله و بسم الله و یعنی تا اتحیات تا همه را بلند درست نیست اما با خاطر یاد دادن یک شخصیت مثلا شب از حاضی میگوی نماز نیت کردن بگذارم چهار کت فرضی نماز پیشین نماز پیشین یک کسا یعنی نیت میکنی و یا تعلیم دادن میگیری درست است اما نماز وقتی که خودت میخانی اون نماز بلند خونده و دیگه کسی تعلیم دادن نمیتونه برای یاد دادن تعلیم دادن دیگه نفر باشه نمیتوانی برادری است اما اگر نماز یعنی غیر وقتی باشه برای یاد دادن یعنی نماز همچون بلند بخونه که تا اینکه دیگر کس یاد بگیره زرار نس درست اس براض عزيز وصلى الله تعالی على خير خلقه مولانا محمد اصحابه اجمعين برحمتك